درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در سه‌شنبه ششم آبان ماه 28 اکتبر نگاهی داریم به فرزندان انقلاب در غرب. نگرانی از غرب زدگی اساتید دانشگاه ها و تمایلات سکولار رؤسای دانشگاه ها و وزیران علوم 36 سال است دستمایه جنجال های سیاسی در ایران بوده است. جلسه فردا برای رأی اعتماد مجلس به وزیر جدید علوم محمود نیلی احمد آبادی به دنبال برکناری رضا فرجی دانا و رسوایی های سیاسی برآمده از بورسیه های غیرقانونی برای تحصیل فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در خارج فصل تازه از کشاکش‌های سیاسی در ایران است. ایمانوئل آتولنگی، پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، اخیراً در مقاله‌ای در وبسایت بیزنس اینسایدر به عنوان رهبران ایران علیه غرب جبهه می‌گیرند، اما فرزندانشان را برای تحصیل و کار به غرب می‌فرستند، با اشاره به انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌های ایران پس از انقلاب 57 و برکناری اساتید سکولار از دانشگاه‌ها و تأسیس دانشگاه تربیت مدرس برای تربیت اساتید متعهد به استاندارد دوگانه موجود در نظام جمهوری اسلامی در این حوزه پرداخته است. تحصیل فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در آمریکا و غرب به نسل کنونی محدود نمی شود. آرمین روزن اخیراً در مقاله در بیزنس اینسایدر این پرسش را مطرح کرده است که اینکه بسیاری از مقامات دولت روحانی تحصیل کرده دانشگاه های آمریکا هستند چقدر در رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا مهم و اثرگذار است. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم حضور فرزندان انقلاب در غرب بر آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی چه تأثیری میگذارد. همونطور که میبینید اکثریت کاربران فیسبوک افق نوشتن این گزینه را انتخاب کردند که تأثیری نمیگذارد، اعتقاد ندارند که حضور فرزندان انقلاب اسلامی در غرب تأثیری بر کاهش یا افزایش آمریکا ستیزی اینها خواهد داشت یا داشته. کماکان میتونید به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاه بیندازیم در هفت پرده به مقاله ایمانوئل آتولنگی، رهبران ایران علیه غرب جبهه میگیرند اما فرزندانشان را برای تحصیل و کار به غرب میفرستند. ایمانوئل آتولنگی، پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها. اگرچه امروز نیز رهبران جمهوری اسلامی همچنان شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهند و انگلیس را پشت هر توطئه‌ای می‌دانند، اما فرزندانشان بدون ترس از نگرانی‌های اخلاقی و معنوی برای تحصیل به خارج از کشور می‌روند. مریم فریدون، دختر حسین فریدون، برادر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی، در دانشگاه کلمبیا در آمریکا تحصیل کرد و با دریافت بورس تحصیلی لورد دارندورف در مدرسه اقتصاد لندن به تحصیل پرداخت و در حال حاضر در شعبه دویچه بانک لندن مشغول به کار است. سجاد خوشرو، پسر غلام علی خوشرو، سفیر کنونی جمهوری اسلامی در سوئیس، در رشته فایننس بین‌الملل در دانشگاه هاروارد آمریکا تحصیل کرد و اینک دانشجوی دکترا در رشته مطالعات حقوقی اجتماعی در دانشگاه آکسفورد انگلستان است. مهدی ظریف، فرزند محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در دانشگاه شهر نیویورک تحصیل کرد. مهدی ظریف بیش از 10 سال در آمریکا زندگی کرد و در یکی از شرکت‌های پیمانکار ورایزون مشغول به کار بود. احمد عراقچی، برادرزاده عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، تحصیلش را در مقطع کارشناسی ارشد فایننس در دانشگاه شهر نیویورک ادامه داد و پس از آن که مدتی را در نیویورک و پاریس گذراند، شرکت تدبیر پرداز را در ایران راه انداخت.
هاشمی، فرزند علی اکبر هاشمی رفسنجانی، مدتی به عنوان دانشجوی دکترا در دانشگاه آکسفورد مشغول به تحصیل بود، اما سرانجام در میانه های تحصیل به ایران بازگشت و مدتی را در زندان گذراند. امانوئل اوتولنگی در مقاله خود با اشاره به مشکلات مردم عادی ایران برای تحصیل در غرب می‌پرسد که چرا فرزندان رهبران حکومت جمهوری اسلامی با چنین محدودیت‌هایی از طرف کشورهای غربی مواجه نمی‌شوند. بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان های امشب افق آقای امانوئل اوتولنگی، عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها، گفتگوی از پیش ضبط شده با ایشون انجام دادیم در زمانی که ایشون در باکو بودن. آقای دکتر علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی که از تورنتو کانادا از طریق اسکایپ با ما هستند، و گفتگوی از پیش ضبط شده هم با آقای علی افشاری داشتیم، فعال سیاسی و عضو پیشین شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، که در طول برنامه خواهیم دید و شنید. آقای حقیقی، واکنش شما رو ابتدا بشنویم. موقعی که این گزارش آقای اوتولنگی رو دیدید، چقدر برای شما تازگی داشت اطلاعات و چقدر با این اطلاعات آشنا بودید؟ فکر میکردید افراد بسیار دیگری هم هستند؟ ببینید، تعداد کسانی که به هر حال رابطه دارن با بلوک قدرت و فرزندانشون در خارج کشوره خیلی بیش از این هاست، چه در کانادا، چه در آمریکا و چه در انگلستان، فرانسه، همه جاها این افراد وجود داره. مهم نحوه نگاه به این قضیه است، یعنی اینکه با چند تا موضوع با هم تفکیک کنیم. یکی اینکه آیا فرزندان اینها از جنبه تاریخی و قضاوتی که ما داریم محکوم ابدی این هستند که اون در حقیقت صلیب خانوادگیشون رو به دوش بکشند؟ یعنی اینها هیچ، یعنی همیشه محکومن چون فرزند کسانی بودن که در بلوک قدرت بودن؟ به خصوص حالا میتونه افراد سیاسی نیست، ممکنه کسانی درآمدهای مالی داشتن از طریق ارتباط با بلوک قدرت و یا موارد دیگه، یا حتی کسانی که مثل آقای مصباح یزدی که بسیاری از افرادش رو فرستاد در کانادا، آمریکا و از جمله آقای سقای بیریا و آقای تهرانی که گرین کارت آمریکا داشتن، دو تا از سران جبهه پایداری که تندترین شعارها رو علیه آمریکا و حتی مصالحه هسته‌ای ایران و غرب میدن. بنابراین یکی نکته اینه که باید اینو پیدا کنیم. نکته دوم این هست که پدران اینا چه نوع شعارهایی میدن و در ارتباط با موقعیت فرزندانشون چه موضعی دارن. مثلا در مورد آقای روحانی که مثال زدن، خب آقای روحانی، حالا چه خودشون چه برادرشون، اینجوری هیچ وقت موضع تندی علیه غرب که کلیت غرب رو نفی کنن، ارتباط با غرب نفی کنن نداشتن، یا خود آقای خاتمی که برای دخترشون در خارج هستن. موارد دیگه داریم، ما موارد داریم که حتی دانشجویان ختمام خودشون من در غرب تحصیل کردن یا فرزندانشون در آمریکا هستن با اینکه خودشون در گروگانگیری سفارت آمریکا نقش داشتن. نکته سومم این هست که اینها چیکار میکنن؟ پول در میارن، درس میخونن، راه درس خوندنشون در خدمت کشور هست، از تخصصشون میشه در اون مسیر صحبت کنه. این نکته چهارمی که این فرزندان الان چه موضعی دارن در مورد مسئله غرب، که حالا اون آقای مقاله دیگر هم من اشاره میکنم چه مشابهاتی که با انور اوردکی رو کرده چی. ولی قبل از اون بایستی به این نکته توجه کرد، باید دید کلی داشت که این بدبینی تاریخی ایران نسبت به غرب بر مبنای یک حوادث واقعی است که شکل گرفته و اون رو باید نگاه کنیم. ببینید، اولین مسئله این هست که ایران در طول 300-400 سال رابطه با غرب رابطه یک طرفه بوده، یعنی غربی ها به جز از سال 50 به این بر که شاه شروع کرد به فاصله گرفتن و به هر حال یک بازیگر جدی شد در صحنه منطقه‌ای، قبل از اون سیاست های دولت های خارجی سیطره انداخته بود بر سیاست داخلی. شما میدید مثلا در دوره محمد شاه سفیر انگلستان وقتی نخست وزیر رو میدید از گالسکش پایین نمی اومد، یا اگر در کتاب آقای دکتر میلانی به جزئیات انتصاب رسیدن محمد رضا شاه به قدرت نگاه کنید، انگلیسی ها حاضر نبودن محمد رضا شاه رو به پادشاهی به رسمیت بشناسن، دنبال بودن که از فرزندان احمد شاه رو بذارن جاش
خوشبختانه یارو فارسی بلد نبوده، به خاطر همین منصرف میشن. یعنی انقدر نقش داشتن در تعیین مناصب و قدرت‌های کلیدی در ایران، نفوذ داشتن. بعد اون که منابع ایران رو به هر حال تا یه دوره‌ای که شاه به نظر من از تا سال 46 رفت، عمدتا منابع مالی ایران رو، منابع نفتی ایران رو غارت کردن، منابع معنوی و هنری ایران رو غارت کردن، به موزه های غربی در انگلستان، لوفر سربزنی، میبینید چقدر آثار معنوی ایران رو غارت شده. و در این حال سیاست کلی اونا، حداقل در مورد بریتانیا میتونیم این رو بگیم که از 1906 طبق اسنادی که آقای دکتر میلانی ارائه کردن، دقیقا دنبال تجزیه ایران بوده و همیشه این پروژه رو داشتن و حتی پروژه احتیاطی داشتن در سال 55 که اگر شاه ضعیف بشه یا مواجه با بحران بشه چطوری مناطق نفتی ایران رو جدا کنن، و همیشه این سیاست رو داشتن. بنابراین یه بدبینی تاریخی توی این قضیه وجود داره. در مورد انقلاب هم موقعی که اتفاق افتاد، آیت الله خمینی علارغم بحثی که میگن در قبل از انقلاب، یعنی قبل در پاریس، موضع تندی علیه آمریکایی رو نداشت. معتقد بود که باید آمریکا در حقیقت سیاستش رو تغییر بده و مذاکرات مخفی که آقای زیمرمن با آقای دکتر یزدی داشت به عنوان نماینده آیت الله خمینی، در اون متن مذاکرات که در کتاب مرحوم نجات چاپ شده اگه نگاه کنید، پرسش ها و پاسخ های نماینده آمریکا و نماینده ایران، میبینید که آیت الله خمینی معتقده که میتونه با غرب نزدیکتر از شورای باشه، میتونه در پیشبرد ایران از کمک های غرب بهره مند بشه، به شرط اینی که استقلال ایران به رسمیت بشناسن و یک دوره جدی از روابط آغاز کنه. بنابراین ولی فرهنگی که به هر حال در اون دوره بود، متأثر از جو بین‌المللی بود در دانشگاه‌های بین‌المللی، یک فرهنگ ضد آمریکایی، ضد امپریالیستی، و به هر حال بخشی از جریان حزب توده و فرهنگ چپ که مسئله نابودی آمریکا، نابودی امپریالیسم آمریکا رو سرلوحه کارش قرار داده بود و یارگیری اساسی از درون جامعه دانشگاهی ایران می‌کردن، که خب خیلی‌ها ممکنه شدن تو دانشگاه ایران شما اصلا که آقا مثلا با آمریکا ما مصالحه کنه، مصالحه آبرومندانه، کسی اصلا شما رو متهم به سازشکاری میکردن و خیانت. در چنین فضایی به نظر من گفتمان مقامات ایرانی هم تغییر کرد، و بعد خب با توجه به مسئله گروگانگیری و جنگ ایران عراق و تضادهای بعدی دیگه، این مسئله ضد آمریکایی شکل خصومت‌بارتری به خودش گرفت و خیلی خشن و آمریکا ستیز شد. و خب البته از اون طرف هم آمریکایی ها متقابلا همین لنگویج رو در مورد ایران به کار گرفتن. ولی به هر حال در مجموع اگه دقت کنید، ما قطعا در مورد برخی از افراد درون سیستم یک ریاکاری میبینیم بین نظرشون و عملشون. اتفاقا همین نکته آقای حقیقی، چون مقدمه تاریخی مبسوطی رو دادیم، من میخوام به بحث بتونیم تک تک جلو ببریم و صحبت‌های مهمانان دیگه برنامه رو بشنویم. این بخش از صحبت آقای اوتولنگی فکر میکنم آماده هست. ایشون توضیح میده که چرا این افراد رو، این چند نفر انتخاب کرده، اطلاعاتو چطور به دست آورده، و از این جهت هم این مهم هست که این افرادی که ایشون در واقع فرزندان مقامات هستن، افرادی هستن که اینها در رأس قدرت هستن در شرایط فعلی. تمام این افراد بخش عمده ای از اطلاعات مربوط به خودشان در اینترنت را از بین بردند. برای کسب اطمینان از اینکه فرزندان مقامات رسمی هستند، از دو منبع مستقل در میان ایرانیان در تبعید کمک گرفتم. اینها افرادی هستند که پدرانشان در قدرت هستند. عموی مریم فریدون رئیس جمهوری ایران است. پدر مهدی ظریف وزیر خارجه است. عموی احمد عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای است. آقای عراقچی در دوره احمدی نژاد هم کار میکرد و برادرزادهش هم آن زمان در نیویورک بود. البته او همچون مهدی ظریف به ایران برگشته است. اطلاعات مربوط به فعالیت مریم فریدون در برنامه زنان سازمان ملل متحد را از رزومه ایشان در اینترنت به دست آوردم. البته نمیدانم هنوز رزومه ایشان در اینترنت در دسترس هست یا نه. افراد بیشتری از این چند نفری که در مقاله ام نوشتم هستند که کماکان بر روی آنها کار میکنم و نمیخواهم اسامیشان را بیاورم، چون ممکن است اسامی و اطلاعاتشان در اینترنت محو شود.
افراد بسیاری که با قدرت در ایران رابطه نزدیکی دارند با آمریکا، کانادا، بریتانیا و سوئیس می‌روند و جالب است که چقدر ویزا گرفتن و تحصیل برای آنها ساده است، در حالی که پدرانشان سیاست و لحن لزوماً دوستانه ای را با غرب دنبال نمی کنند. دانشجویانی هم در خارج تحصیل می کنند که از خانواده فرماندهان سپاه هستند. واکنش علی افشاری رو هم به این گزارش آقای آیت‌الله ابتدا بشنویم. حتی برای من عجیب نبود. خب من در جریان بودم، دونم خیلی بیشتر از اینا هم هستن، در سالیان گذشته آمدن رفتن. خب این ویژگی یعنی پدران این هم عمدتاً در همین آمریکا درس خوندن، برگشتن. شاید حالا اموال دقیق من الان در اشراف ندارم بگم، ولی به حال یه بخشی از افرادی که از طرف سفارت آمریکا رو گرفتن فارغ التحصیلان همین دانشگاه‌های آمریکایی بودن. بنابراین این روند هست و من حتی همیشه به شوخی میگم که خدای خامنه‌ای هم بهش پیشنهاد به اصطلاح سیتیزنی آمریکا رو بدن، من بعید میدونم جواب نه بده. ولی این به این معنا نیست که اونها بخوان نگاه منفیشون رو یا آرا دیدگاه خاصی که نسبت به آمریکا دارن کنار بگذارن، چون حتی ما بخشی از ایرانی ها، نه فقط هم ایرانی ها، ملیت های دیگه هم داریم که میان داخل آمریکا و در این حال دیدگاه های ضد آمریکایی هم دارن. یعنی و حال اونا فکر میکنن اینجا خب امکانات، یعنی بیشترین حالا امکانات موجود دنیا هست، باید بیان استفاده بکنن، ولی در این حال دیدگاه های ضد آمریکایی خودشون هم داشته باشن. این اختصاصی حالا به دولت روحانی نداره، در دولت‌های قبلی هم اینو میشه دید. محال بخشی از حالا منهای دولت موقت که خب دیدگاه ضد آمریکایی نداشت، اما در همون دولت آقای رجایی هم چندین از وزرایی که بودن خب فارغ التحصیل دانشگاه‌های آمریکا بودن. اما این نکته رو باید در نظرم گرفت که بعضن بین فرزندان و پدرها هم لزوماً هم نظری برقرار نیست. من به هر حال مواردی رو میشناسم خودم از نزدیک، یا به هر حال چیزهایی رو شنیدم یا مطالعه کردم که خب اینها دیدگاهشون با دیدگاه‌های پدرانشون فرق میکنه و تعارض داره با هم دیگه. ولی در داخل خود مسئولان جمهوری اسلامی کمتر دیده میشه که اینها علی رغم حالا اون نگاه‌هایی که همسر روزنامه کیهان و غیره دارن، واقعا تحصیل و زندگی در آمریکا رو خط قرمز بدونن برای خانواده‌اش. خب نظر آقای اوتولنگی رو درباره شهریه دانشگاه‌هایی که این افراد بهشون اشاره شده در شرکت کردن هم بشنم، بحث رو با آقای حقیقی دنبال می‌کنه. You know, an Ivy League school like Columbia University, where Miss Feridun did her undergraduate studies, would probably. دانشگاه کلمبیا که مریم فریدون رفت، شهریه‌اش حدود 40,000 to 50,000 dollars در سال است. هزینه زندگی در نیویورک بسیار بالاست. شهریه دانشگاه‌های انگلیس هم دست کم 10,000 to 15,000 pounds است. هزینه زندگی و اجاره و کتاب در شهرهای بزرگ را هم باید در نظر گرفت. این دانشگاه‌ها حتی برای بسیاری از اروپایی‌ها قابل تأمین نیستند. دانشجویان ایرانی هستند که به خاطر سقوط ارزش ریال در برابر دلار قادر به ادامه تحصیل در خارج از کشور نبودند. این در تضاد با سطح زندگی مقامات جمهوری اسلامی و فرزندانشان است. آقای حقیقی، من تأمین شهریه دانشگاه دخترم در شرایط فعلی خیلی کار ساده نیست. یعنی واقعا هزینه دانشگاه‌های خوب، دانشگاه اصولا به طور کلی خیلی پایین نیست و برای من این سوال واقعا مطرح میشه که خود شما هم که ورشک در دانشگاه مشغول هستید و کلاس‌هایی دارید، چطوری فکر میکنید این افراد تأمین کردن هزینه تحصیل خودشون رو در مقاطع مختلف، حالا برای دوره‌های 4 ساله 6 ساله احتمالاً، یا بعضیشون 10 تا 15 سال در خارج از کشور در دانشگاه‌های مختلف بودن؟ ببینید، تحصیل و مدرک توی خانواده ایرانی از اولویت‌های بالای برخورداره. نمیدونم، شاید توی میون ملیت‌ها ایرانی‌ها خیلی در درجات اول باشن که مسئله تحصیل فرزندانشون اهمیت داره و این مهم نیست که شما در چه موقعیت هستید، در بلوک قدرتی، اپوزیسیون، بنابراین همه سرمایه گذاری میکنن. حالا در درون بلوک قدرت به هر حال چون فرزندان از این بابت تحصیلاتشون اهمیت داره که میتونن در حوزه قدرت سیاسی تداوم بدن نقش پدرانشون رو، تحصیل در غرب اهمیت ویژه‌ای داره، برای که در ایران اینکه شما مدرک از دانشگاه غربی گرفته باشی، عدالت مال شعارهایی که داده میشه، خیلی مورد توجه هست و بهش امتیاز بیشتری تعلق میگیره از لحاظ اتوریته علمی که تو جامعه بهش نگاه میشه. این نکته اول قضیه. نکته دوم این است که خب
طبیعه بخشی از این منابع مالی که تو ایران توزیع منابع مالی ناعادلانه است در حوزه داخلی، طبیعه در مورد ادامه تحصیل و تامین هزینه ها ممکنه ناعادلانه باشه، ولی نباید فراموش کرد که یک امکاناتی کسانی که در حوزه خارج هستن دارن که ممکنه امکانات در اختیار همه نباشه و بعضی اوقات امکانات از همه محروم میکنن. مثلا وزارت خارجه بورس های تحصیلی داره، در هر کشوری وزارت خارجه امکان این داره که بورس های تحصیلی به ایرانی ها بده. گاهی این موقع این بورس ها رو میده به فرزندان کارمندانشون و بعضی موقع هم بقیه رو استفاده نمیکنن، برای اینکه نمیخوام به دیگران بدم، برای اینکه دادنش به دیگران که از مشخص نباشه ممکنه برای وزارت خارجه مشکل ایجاد کنه. در واقع به هر شکلی از بودجه عمومی کشور مصرف میشه دیگه. نه نه، اون از بودجه عمومی نیست. در کشورهای مختلف، مثلا فرض کن مجارستان، ما در مورد ایران داریم صحبت میکنیم. نه، کشورهای مختلف خارجی یه بورسیه هایی میدن به کشورهای مختلف در کشورهای جهان سوم، به سفارتخونه میدن. خب اینو میتونن به همه اتباع ایرانی بدن، ولی این عادلانه توزیع نمیشه. اینو معمولا فرزندان یا آشنایان این سفارتخونه استفاده میکنن و بخش هم حتی ممکنه به طور کامل استفاده نشه. نکته دوم است که دولت های غربی استقبال میکنن از حضور این افراد در کشورشون، اینجوری نیست که مخالف باشن. علتش هم این هست که حضور بعضی موقع اصلا بورس میدن. شما کندی اسکول که آقای ملکی، دکتر ملکی اونجا درس میخونه، بورس گرفته از وزارت خارجه ایران، یه سری بورس میدن میان اونجا. علتش هم این هست که یک از جنبه اطلاعاتی اونها آشنایی بیشتری پیدا میکنن با این افراد. نکته دومی که این اگر افراد به هر حال برگردن تو بلوک قدرت، صرف حضورشون در آمریکا و آشناییشون با محیط و فضایی که مراوده‌ای که ایجاد میکنن، وابستگی‌هایی که اون فضا میکنن، موقعیت اونها رو تغییر میده. اون مثالی که در مقاله آقای زاده، مثال الاولاکی مال القاعده یا یک خانم دیگه مال القاعده که در آمریکا تحصیل کردن، به این نکته توجه نمیکنه. بله، اینها در مقابله با رژیم های سکولار طرفدار غرب بودن که موضعشون عوض میشه. ببینید در دوران شاه بسیاری از افراد که تو آمریکا درس می‌خوندن، پدران پولداری داشتن، حتی پدرانشون ممکن بود توی سیستم شاه نفوذ داشتن، موضع شدیداً ضد امپریالیستی و ضد آمریکایی داشتن. ولی الان چون رژیم خودش شعارهای ضد غربی ضد آمریکایی میگه، شما کمتر کسی رو پیدا میتونید بکنید که عملاً این شعارها رو بده، که واقعا هم اعتقاد داشته باشه حاضر باشه براش هزینه کنه. در نتیجه جالب برای من که موقعی که این توافقنامه ژنو تصدیق شد، اولین نکته که آقای روحانی مطرح می‌کرد این که تلاش کرده بودن در این توافقنامه بحث انتقال ارز برای دانشجویان خارج از کشور رو در نظر بگیرن، یکی از به عنوان دستاوردها ایشون ازش اسمی برد و واقعا جای سوال هست با وجود این کمبود ارز و مشکلاتی که وجود داره، چطور این حجم از دانشجویانی که خب برش اشاره کردین از بورسیه‌های مختلف دولتی استفاده میکنن میتونن بیان و این هزینه های اشا کمی نیستش. اگر حالا یه نکته من خیلی کوتاه بفرمایید تا قبل از اینکه بحث رو در واقع دنبال بکنیم با دیگر مهمان ها، خیلی کوتاه اشاره بکنید، در دانشگاهی که خود شما در تورنتو مشغول هستید چه تعداد دانشجوی ایرانی میبینید؟ حالا صرف نظر از دانشجوهای رشته های مختلف، تو رشته های مهندسی و پزشکی تعداد زیادی از ایرانی هستن، برخی هاشون هم پدرانشون وزیر بودن، موقعیت دارن تو بلوک قدرت، تعدادشون خیلی زیاده تو کانادا. مثلا چه تعداد بودن؟ من الان نمیتونم بگم دقیقاً، ولی به هر حال تعداد حداقل روی 100 نفر میتونید شما پیدا کنید که فقط در دانشگاه که شما در دورهای دانشگاه تورنتو، اینایی که من همینجوری دیدم، برخیشون پدرانشون قبلا وزیر بودن در دورهای مختلف، یا پدرانشون تو بلوک قدرتن، یا به هر حال تو حوزه بلوک قدرت که ما میگیم فقط کسی نیست که موقعیت سیاسی داشته باشه. بله. میتونه موقعیت اقتصادی داشته باشه. و شهریه مثلا دانشگاه اونجا چقدر هست حدودا سالانه؟ دانشگاه کانادا ارزان‌تر از دانشگاه‌های آمریکاست، به ویژه که اگر اینا اقامت گرفته باشن. خب خیلی از الان روندی که در مثلا دو دهه گذشته بود که خانواده‌ها می اومدن اقامت می‌گرفتن، پدر خانواده برمیگشت و ولی فرزندانشون اینجا بودن و تحصیل می‌کردن، شهریه دانشگاهشون خیلی بالا نیست، خیلی کمه. حتی از بعضی موقع از ایران هم ارزان‌تره، به خصوص در فوق لیسانس دکترا که معمولاً بورس می‌گیرن. خیلی زیاد. عمدتاً هم زمین سوالا برای فوق لیسانس دکترا معمولاً بله، در دوره‌های فوق لیسانس دکترا به خصوص رشته‌های فنی مهندسی، اگر کسانی استعداد تحصیلی داشته باشن، معمولاً نه تنها پولی نمی‌دن، بلکه بورسی هم میگیرن. از هم مرکز تحقیقات استراتژی که آقای روحانی هم چند نفر اومدن اینجا و بورس گرفتن، یعنی خود کانادایی ها بهشون بورس دادن. در همون چیزی که گفتم از جنبه اطلاعاتی و از جنبه آشنایی، معتقدن که نزدیک شدن با
میکنه که قدرت به نفعشون هست و خب بنابراین مثبت نگاه میکنن. من خواستم یه اشاره کوتاه کنم. ببینید اون مسئله کلی در مورد افرادی است که شعارهای تون میدن، ریاکارانه میدن و خودشون همین مزایا رو استفاده میکنن. حتما به اونا میپردازیم. اتفاقا من یه لیستی از افرادی که هستن حتما برمیگردیم. اجازه بدید آقای افشاری هم ازشون پرسیدیم در مورد همین بحثه که بودجه تحصیلی این فرزندان مقامات از کجا تامین میشه. اما از اون طرف خب این محال کارگزاران حکومت امثال آقای روحانی اینا که اینا زندگیاشون خیلی بیشتر از این هاست، یعنی حداقل برای آقای روحانی و غیره که این رقم ها به نظر من 50,000 دلار و غیره یا حتی آقای ظریف و اینا چیزی نیست. حالا من نمیدونم این ثروت ها در گذر زمان و سالها چجوری به دست اومده، ولی اون چیزی که بالاخره آدم از زندگی این افراد میشنوه، دنبال میکنه، میبینه، قدرت مالی اینها خیلی فراتر از این حرف هست. از علی افشاری همچنین پرسیدیم که چه شناختی داره از چه درصدی از دانشجویان خارج از کشور هستن که اینها نسبتی دارن با مقامات جمهوری اسلامی. من فکر نمی‌کنم حتی طرفداران یک خود نظام جمهوری اسلامی و دو طرفداران حالا جناح‌هاش در خود ایرانیان به خصوص نسل جدیدی که در حال آمریکا، در کانادا و در اروپا زندگی می‌کنن، اینها هم تعدادشون کم نیست، اکثریت نیستن، ولی اون گونه‌ای که تصور میشه اقلیت کوچکی نیستن در اینجا و رو این حوزه ها خیلی خوب کار نشده که نرسنجی های دقیقی نشون بده، ولی این چیز وجود داره و حتی اونها به نظر من حتی تندترین بخش حکومت یک عده نیرو رو هم بعضن میفرسته که سعی بکنه برای خودش یک پایگاه اجتماعی و یک فضایی در داخل خاک آمریکا به دست بیاره. امانوئل اوتولنگی نحوه برخورد بعضی از دانشگاه‌ها رو هم به پرسش می‌گیره. می‌دانم که مهدی هاشمی به دلایل سیاسی مجبور به ترک ایران و مستقر شدن در دانشگاه آکسفورد شد، اما نحوه حضور او در دانشگاه برای گرفتن دکترا پرسش‌هایی را درباره جایگاه دانشگاه‌ها در پذیرش درخواست ویزای دانشجویی و همچنین امکاناتی که صاحبان قدرت برای فرزندانشان فراهم می‌کنند مطرح می‌کند، امکاناتی که مردم عادی از آن محروم هستند. آیا حقیقی نکته مطرح کردید که به این بحث شاید مهدی هاشمی شکلی یا دیگران هم حتی در شرایط مشابه برمیگرده و اون که گفتید بعضی به خاطر اینکه کشورها نیاز دارن به حضور این افراد برای اینکه شناخت بهتری پیدا بکنن، از سوی دیگر این ممکنه تصور رو به وجود بیاره که آیا دانشگاه ها واقعا از دولت ها خط میگیرن در مورد اینکه به این افراد ویزای دانشجویی بدن یا اینها رو بپذیرن؟ در خیلی جا هست ما ببینیم که دانشگاه ها مستقل عمل میکنن. چطور این دوگانه رو شما توضیح میدید؟ ببینید بعضی موقع افراد فرزندان مقامات یا کسانی در بلوک قدرت هستن، بچه با استعدادی هستن و درسخون هستن، بچه باسوادی هستن و مثل بقیه میتونن از این امکانات استفاده کنن، نباید محکوم موقعیت پدرشون باشن. نکته کلیست به نظر من این دیگه بحث بر سر اینه که آقای حقیقی که اینها در یک شرایط مساوی این امکانات رو ازش بهره مند نشدن، بحث بر سر اگر نه طبیعتاً در میان اینها هستن افراد بسیار بااستعداد. ببین تبعیض موقعیتی در همه جوامع دنیا وجود داره، در آمریکا، در همین کانادا هم به هر حال اینجا مدرسه است سالی 80,000 دلار شهریه‌شه، خیلی‌ها نمیتونن بچه‌شون بفرستن اونجا، یه گروه خاصی میتونن بفرستن. مسئله کلیدی این هست که آیا اینایی که این درس رو میخونن، حالا این امکانی به وجود اومده، حالا پدرش چه به قول معروف مشروع یا نامشروع امکانات رو به دست آورده، درسته، آیا این فرزندی که داره این تحصیل رو میکنه این تحصیل رو در چه مسیری استفاده میکنه؟ میتونه این پول رو بیاره اینجا فقط عیاشی کنه، میتونه نه پول رو بره درس بخونه، اگه اون درس خوندن و برها دیدگاهش تغییر کنه و بعد این درس خوندن و این تغییر دیدگاه رو در خدمت منافع ملی ایران بگیره، به هر حال چیز منفی نیست. مهم این است که ما ببینیم که اینا در چه موقعیتی از این دانشی، امکاناتی که به دست میارن چه استفاده میکنن. برای خود شما جالب نیستش آقای حقیقی که حتی در صحبت هایی که اخیرا وزیر پیشین علوم آقای دانشجو مطرح کرده بود که میگفت در دوره، حالا البته من وارد این بحث الان نمیخوام حداقل در این بحث سیاسی بین اصلاح طلبان و جریان آقای احمدی نژاد بشیم، ولی نکته که ایشون عنوان میکنه این که چیزی حدوده به گفته ایشون 80% از افرادی که در اون دوره بورسیه گرفتن و آمدن ماندن، برنگشتن به ایران. خب ببینید این
مسئله کلیدیه. در انگلیس هم همینجوریه، مثلا اکثر نمایندگان خبرگزاری یا حتی بخشی از نمایندگان آیت الله خامنه ای که اومدن اونجا موندن اقامت انگلیس رو گرفتن. میدونید علتش این هست که به هر حال یک همیشه قبل یک فانکشنی داشته از گذشته. ببینید در دوره های قبل مسئله کلیدی این بوده که یکی کاربرد ما میشنیدیم که آقا افراد رفتن خودشون رو در زیر بیرق دولت فلان، خب بخشی از این مربوط به افرادی بوده که ثروتمند بودن در دوران قاجار و بعد قبل از قاجار، اینا میرفتن تحت الحمایه دولت‌های خارجی قرار میگرفتن برای که مثلا در ناصرالدین شاه میومد و پولاشون رو میگرفت. به هر حال یکیش برای فرار از استبداد بوده، چنگ اندازی دولت به منابع مالی اینها بوده. الان هم قبل برای یه عده‌ای یک معمنی است برای انتقال ثروتشون. بنابراین همیشه کسانی که ثروتمندن چه در بلوک قدرت باشن چه بیرون بلوک قدرت، این احتمال میدن که به هر حال ممکنه چرخ برگرده و به خاطر اینی که به هر حال روند امور در یک روند خیلی قانونی و مشخص و منظم با دیسیپلین پیش نمیره، همیشه یک پلن بی دارن برای اینکه بتونن دولت نتونه به تمام اموالشون دست بندازه. پس یکیش انتقال سرمایه است. نکته دوم این هست که به هر حال در ایران مسئله ارتقای علمی، جایگاه علمی خیلی کلیدی است، اهمیت داره، یک چیز پرستیژی است که وجود داره و حتی میدونیم بسیار از مقامات ایرانی کم مورد آقای رحیمی هم بود که سعی میکنن مدرک مکاتبه بگیرن، فقط مهم اینه که از دانشگاه هاوایی باشه، انگلستان باشه، مدرک مهمه. بنابراین یه بخشش هم کاربرد علمی داره در جامعه. نکته سوم هم این که غرب به هر حال در دوره شاه امکان رو وجود اومد که ایرانیان مخالف شاه سعی میکردن از جوامع مدنی غربی استفاده کنن و علیه شاه به کار ببرن، یعنی مثل عفو بین الملل، گروه های حقوق بشری. یه نکته بعدی هم هست که بخشی از افرادی که الان در بلوک قدرت هستن دیدگاه لنینی نسبت به غرب دارن. دیدگاه لنینیستی اینه که شما از امکانات دموکراسی استفاده میکنی برای که دموکراسی رو بیاری پایین. این اشکال داره و مشکل اساسی. ببینید مثلا مثال آقای رسایی رو من مثال بزنم. آقای رسایی بیش از همه علیه توافق هسته‌ای صحبت میکنه، میگه باید با آمریکا بجنگیم، با هر قیمتی ما بایستی زیر بار آمریکا نریم، با آمریکا بجنگیم، منافع آمریکا رو به خطر بندازیم. ولی شما نگاه کنید در دو دوره که مجلس بوده ایشون 15 بار رفته آلمان، برای اینکه بره آلمان حاضر شد بره انگشت نگاری کنه و اونو انگشت نگاری عزت مدارانه گفته. خب شما اگر واقعا این دیدگاه رو اعتقاد داری باید برید تو شهرهای ایران در مورد اینکه که آقا باید مقاومت کنیم اینا صحبت کنیم. تو آلمان میخوای چیکار کنی؟ تو ایتالیا چیکار میکنی؟ آمریکا به احتمالا بهش ویزا نداده وگرنه ایشون آمریکا میره. ببین این ریاکاری هست که مسئله داره. ولی خب بخشی از نکته هم که مطرح هست این که وقتی صحبت حتی این دانشجویان هم که میشه که اینها میان و میمونن، این باز دوباره برمیگرده به اون بخش از ماجرا که در داخل ایران این همه فشار اعمال میشه برای اینکه دانشگاه ها به اصطلاح اساتید متحد باشن، وزیر سکولار نباشه، بحثی که این روزها مطرح است که حالا امیدوارم بهش برسیم، و در این حال میبینیم که خب فرزندان خود مقامات میان در دانشگاه های سکولار در خارج از کشور در آمریکا و بریتانیا و اروپا تحصیل میکنن. ظاهرا اون محدودیت ها اونجا جای نگرانی نیستش. بحثی که آقای اوتولنگی هم در مقالش مطرح میکنه همینه. اجازه بدید یه بخشی از صحبت های آقای افشاری رو هم با هم بشنویم. ایشون ازشون پرسیدیم برای اینکه این بحثی است که در این روزها در خارج از کشور به واقع خیلی خیلی جدی مطرح هست، این که یک جریانی پشت جذب گروهی از ایرانیان در خارج از کشوره. از ایشون پرسیدیم از آقای افشاری که خود ایشون چطور در آمریکا وارد دانشگاه شده. نه این واقعا یه اتهام زنی است که حکومت را میندازه را کسایی که مخالف هستن و برجسته میکنه که انگار مثلا شخص مثلا وقتی من اومدم آمریکا خود جورج بوش اومد در فرودگاه منو برد گذاشته در فلان دانشگاه. نه ببینید مسیر دانشگاه اینجا اصلا مسیر دولت و غیره کاملا بیرونه. حالا جدا دانشگاه رو بعدن توضیح میدم. این واقعا برای خود منم سوال هست. بسیاری از وابستگان به جناح‌های مختلف حکومت میان اینجا به راحتی زندگی میکنن و خیلی امکانات بیشتری هم دارن، یعنی زندگی هاشون رو مقایسه بکنید. من خودم حاضرم با خیلی از اینا زندگی خودم رو بیام مقایسه بکنم، امکاناتی که در طول 8 سال زندگیم داشتم. ولی همیشه بالاخره این یعنی یک فضای مسمومی رو علیه حالا من خودم رو میگم افراد نظر من ایجاد میکنم، ولی اون افراد نظرسته که اونها خیلی بیشتر استفاده کردن. ببینید مسیر دانشگاهی که شما باید پذیرش بگیرید، خب یک جنبه علمی شه، یکم جنبه مالی شه، بتونید بورسیه‌ای بگیرید. خب افراد خودشون توانایی ندارن، ولی کسانی که میان در آمریکا حالا یا مثلا سیتیزن میشن، یعنی یا مثلا کارت سبز میگیرن و اقامت دائم میگیرن یا آره طریق پناهندگی اومدن،
اینها اگرم نتونن از دانشگاه ها به اصطلاح بورسیه بگیرن میتونن وام بگیرن که برای فارغ التحصیلی اونو پرداخت بکنن، این هزینه تحصیلشون نه تنها پوشش میده، بخشی کمک هزینه در اختیار قرار میگیره. ولی اون چیزی که بخش عمده باعث شده که ما یک جمعیت دانشجویی الان تقریبا 20,000 نفری در آمریکا داشته باشیم، این بورسیه های تحصیلی است که خود یا استاد دانشگاه در قبال گرانتی که یا بودجه که در اختیارش هست یا خود دانشگاه ها میدن. رقابتی هست فقط برای ایرانی ها نیست، همه جای دنیا میان تو اینجا و حالا یک ظرفیتی از دانشگاه های آمریکا اختصاص پیدا میکنه به این افراد. حالا من خودم در آمریکا بودم، تونستم حالا در 2 سال اول از طریق پذیرشی که گرفتم و بورسیه که دانشگاه داشتم از اینها هم رو به اصطلاح تأمین بکنم از زندگی تحصیلم رو، و بعدش هم مدتی وام گرفتم و الانم در سال آخر دانشگاهم رو در مؤسسه ملی بهداشت آمریکا هستم، اونها یک به اصطلاح فلوشیپ رو در اختیار قرار میدن و دارم اونجا تموم میکنم. ولی افراد دیگه هم هستن که میتونن به حال یعنی فول اسکالرشیپ گرفتن به طور کامل از به اصطلاح دانشگاه یا در مقاطعی گرفتن یا کار میکنن و از این طریق میتونن هزینه هاشون رو تامین بکنن. ولی هیچ گونه توته سناریوی پیچیده ای طراحی امنیتی غیره نیست. حالا ممکنه در دانشگاه های ایران خب یه سهمیه همیشه دستگاه های امنیتی دارن یا کسانی که وابسته به جناح‌های مختلف حکومت هستن، هر وقت هر جناحی دولت در اختیار گرفته بخشی از نزدیکان خودش خارج از ضوابط برده. این فقط محدود به دولت احمدی نژاد نبود، گرچه در اون دولت حالا شاید خیلی در این زمینه افراد شده بود، ولی دولت‌های قبلی و حتی دولت اصلاحات هم در مزان اتهام هست که بالاخره برخی از همین خودی‌ها و واسگان خودشون رو خارج از ضوابط کنکور غیره بردن دانشگاه یا بورسیه‌های تحصیل خارج در اختیار اینها قرار دادن. این از دهه 60 به این طرف متأسفانه بوده، ولی به هر حال این یک روال خیلی روتینی داره این قضیه. آیا حقیقی این انتقادات ممکنه در طول این سالها خود شما بارها شنیدید، به خود شما وارد شده، حتی به گونه مثلا اتهاماتی هم بوده، خود شما اگر میتونید خیلی کوتاه اشاره بکنید خود شما چطور وارد دانشگاه شدید در تورنتو؟ البته من تا حدودی میدونم که شما خوب بالاخره زندگی رو به طور مشترک اداره میکنید، ولی توضیح بدید برای اونهایی که برایشون پرسش همیشه مطرح بوده. ببینید اینجا که خب شما اینی که بخواید حالا درس بخونید یا درس بدید همون پروسه‌ای بود که آقای افشاری اشاره کردن. ببینید شما برای دوره‌های فوق لیسانس و دکترا باید استاد راهنما به شما پذیرش بده، استاد یعنی شما باید یه پیپر بنویسید، یه پروژه رو تعریف کنید، اون استاد اگه ببینه با سوا به قول معروف اون چیزایی که داره مشغول کار اصلا هست پذیرش میکنه. چیزای دیگه هم هست، سی وی شما هست، نمرات شما هست، مدرک شما هست. من برای مدرکی که گرفتم از ایران دانشگاه تهران، لیسانس پرسنس و دکترام از دانشگاه تهران گرفتم، با نمرات خیلی خوبم گرفتم. استاد راهنمام هم که برای یکیش در دانشگاه سیراکیوز درس میدن آدمیتو بشیری، اونا رفرنس لتر می نویسن. برای درس دادن هم همین جوریه، شما برای اینکه بخواد یک کورس رو درس بدید، قبول کنه که شما کورس درس بدید، خب بستگی داره که شما استاد فول بخواید بشید یا موردی بخواید درس بدید. طبیعتا در مورد استاد فول خیلی کار مشکل تره که من همچین موقعی ندارم، ولی کسانی که موردی بخوان درس بدن باید سیلابس تهیه کنن، سی وی بدن، یه برنامه میدن، دست یه نفر نیست که انتخاب کنه. وقتی هیئتی میشینه نگاه میکنه از کسانی که متقاضیان وقتی قبول کردن میتونن برن درس بدن. این امکانش برای همه هست، هیچ چیز خاصی برای کسی نداره. پس زندگی شما در واقع از همین طریق تامین میشه دیگه. نه من چون خانمم کار میکنه، خانمم دو سه برابر من درآمدش هست. بسیار خوب. به هر حال چون به هر حال ایشون در حوزه پزشکی است، درآمدش دو سه برابر من هست، ربطی به من نداره. یعنی اگه من با درآمدی که چون اگر اینجا شما استاد تمام نباشید درس دادن در دانشگاه درآمدی نداره. اینایی که تو همینجا میگرفتن خونه میساختن، دوستانی ما داشتیم، من در 12 سال پیش که اینجا اومدم که اونا تو این کار بودن، الان مثلا 10 میلیون دلار 20 میلیون دلار پول دارن. لزوم نداره وارد این حوزه بشید، درآمد توی حوزه های خصوصی خیلی بیشتر از این حوزه هاست. حوزه در حقیقت از جنبه اقتصادی مرغوم به صرفه نیست. دوستان توجه نمی کنن و به این موضوع خیلی عنایت ندارن. ولی نکته کلیدی که خواستم اشاره کنم در مورد آمریکا که اشاره کردید، ببینید رمز موفقیت آمریکا به عنوان مهمترین قدرت علمی دنیا و قدرت اقتصادی اینه که تونسته از استعدادهای دیگر ملیت‌ها استفاده کنه در این مسیر بهینه و ایدئولوژیک نگاه نکرده به این استعدادها، به ویژه بعد از دوران پایان جنگ سرد.
ببینید الان در کانادا بسیار از افراد هستن که استعدادهای خیلی برجسته دارن تو پزشکی فنی، ولی هنوز سیستم کانادا نمیتونه اینا رو به خوبی مورد استفاده قرار بده. اکثر اینا میرن توی آمریکا با درآمدهای خوب و موقعیت‌های خوب و خیلی هم سریع پیشرفت میکنن. این رمز موفقیت آمریکاست. بنابراین اینکه کسی در آمریکا پذیرش بگیره، درس بخونه، اگر واقعا استعداد تحصیل داشته باشه در دانشگاه خوب این امکان براش ایجاد میشه. و خب ممکنه فرزندان افرادم که محکوم نیستن که چون پدرشون یه چیزی باشه نتونن درس بخونن. بله. بنابراین باید از این زاویه نگاه کنید در موردهای خاص. حالا مورد مواردی ممکنه دولت آمریکا مثلا از یه سازمانهایی به اینا یه بورسایی هم بدن در یه جاهایی، اون خب خیلی کمه، تعدادشون زیاد نیست، ولی به هر حال روند عمومیش بر مبنای امکاناتی است که افراد دارن و میتونن درس بخونن. یعنی دانشگاه. خب این نکته که در مورد این اشاره می‌خواستم بکنم، یه چیز خیلی جالب من یادم از دوره تحصیل در دانشگاه تهران، مرحوم امید زنجانی که یه موقع رئیس دانشگاه تهران دانشگاه حقوق خصوصی بود، این دعوا داشت با استادایی که کراوات می‌زدن و همش میگه آقا این کراوات این استاد ما رو وابسته به غرب می‌کنه. ما یک استادمون که حالا نمیدونم راضی است، من اسمش رو نمیبرم، مدتی هم در زندان بود ایشون، به ایشون گفت آقا جون این کراوات این استاد ما رو وابسته به غرب می‌کنه یا اون چرخ موتور بنز شما، یعنی این که شما اگه بنزی رو پات نباشه به قول معروف از این نقطه به اون نقطه نمیری. آیا این بنز ما رو وابسته میکنه به غرب یا اون کراواتی که اون آقا میزنه؟ خب این دو دیدگاه متفاوتی است که وجود داره و این بر مبنای همین سیاست گذاری میشه. در ایران ظاهرا مسئله ارزش‌های غربی، علوم انسانی، رشته علوم انسانی دشمن اصلیه و به عنوان مسئله غرب مطرح میشه. در حوزه‌های دیگه ظاهرا این مشکل وجود نداره. در حالی که خب میدونید که این یک دیدگاهی است که ساده انگارانه است و ظاهر خیلی ظاهری نگاه میکنه. و همین مسئله بین دانشگاه امام صادق و دانشگاه تهران بود. ما استادایی داشتیم که روزنامه کیهان جعفرسازی میکردن، اینا رو از دانشگاه تهران بیرون میکردن، بعد خود دانشگاه امام صادق آقای کنی اینا رو میبرد دانشگاه امام صادق درس میداد. گفتیم خب اگر این استاد بده برای دانشگاه تهران چطور امام صادق خوبه؟ گفتن نه، چون دانشجویان دانشگاه امام صادق اینها گزینش خاص دارن یا مذهبی هستن یا اینا دچار مشکل نمیشن. بنابراین یه همچین فضای همیشه وجود داشته و مشکلات خاص خودش هم به وجود آورده. خب ما یک نکته که در این گزارش آقای اتولنگی عنوان شده بود و اینکه فرزند آقای ظریف مثلا در رزومه‌اش این نکته رو اشاره کرده بود، بعد در موردش پرسه پیش اومده بود، اینو از آقای اتولنگی پرسیدیم که چطور این اطلاعات رو راستی آزمایی می‌کرده، اطلاعاتی که در مورد فرزندان مقامات به دست آورده بود. According to his own published resume. بر طبق رزومه مهدی ظریف، او برای شرکت معظم مخابراتی آمریکا ورایزن کار می‌کرده است. وقتی من با ورایزن تماس گرفتم، آنها گفتند او هرگز برای آنها کار نکرده، بلکه با یک شرکت طرف قرارداد آنها در تگزاس کار کرده است. در واقع او مدت‌ها در آمریکا تحصیل و کار کرده و رزومه‌اش را دستکاری کرده است. قبل از اینکه یک پرسش دیگری که به آقای اتولنگی در میان گذاشتیم و پاسخش رو بشنویم، توضیح بدم که اون چه که آقای اتولنگی در این گزارشش انعکاس داده طبیعتاً تحقیقاتی است که ایشون دنبال کرده و اگر از افرادی که ازشون در این برنامه اسم برده شده هر موقع احساس کردن نیاز دارن که چیزی رو روشن بکنن یا نکته‌ای هست که احساس می‌کنن منصفانه نبوده، قطعاً بهشون فرصت داده خواهد شد که در همین برنامه مطلبشون رو عنوان بکنن. از آقای اتولنگی این نکته‌ای که آقای حقیقی دقایقی پیش ازش صحبت می‌کرد، همین رو با ایشون در میان گذاشتیم که آیا اساساً این کار امر اخلاقی است که فرزندان یک سری از افراد و مقامات رو که فقط نسبتشون با این هست که فرزند اون افراد هستن و انتخابی اینها نبوده، این کار امر اخلاقی است برای اینکه این افراد رو این گونه مطرح کردن؟ The children themselves are not responsible for the sins of their parents. فرزندان مسئول گناهان پدرانشان نیستند، ولی برخورداری از چنین امکاناتی حاکی از ریاکاری مقامات رژیم است. حتما در جریان اینستاگرام بچه پولدارهای تهران بودید. برخورداری از چنین زندگی مشکل آنها نیست. نمی شود آنها را برای رانندگی در ماشین پرسرعت، بستن ساعت‌های مچی گران قیمت، رفتن به مکان‌های دیدنی و زندگی در قصرهای اشرافی سرزنش کرد. اما این سطح زندگی با نزدیکی شما به کانون قدرت نسبت مستقیم دارد. قدرتی که بر اساس خاص مردم به گروهی خاص منتقل نشده است و سرمایه کشور که عادلانه بین مردم تقسیم نمی شود.
پاسخ همین پرسش رو از آقای علی افشاری هم بشنویم. فرزند یک مقام بودن لزوما محدودیتی به معنی رو برای قضیه ایجاد، حتی برای خود اون مقام هم، یعنی یه وقت اون مقام، خب در آمریکا تا چیزی که چک میکنن متهمون به حال هر ویزای شما بخواد بگیرید نوشتن دیگه مواردی رو، اگر طرف به طور مشخص اقدامات و عملیات هایی رو بر علیه منافع آمریکا کرده باشد مثلا قاعده نجل اون رو میگیرن، ولی به نظر من خب دیگه به حال این حق، یعنی امکانی است که همه میتونه از این استفاده بکنند. صحبت علی افشاری بود. من توضیح بدم قبل از اینکه پاسخ آقای حقیقی رو بشنویم. آقای حقیقی، در این روزهایی که صحبت میکنیم بعد از این گزارشی که سرپرست وزارت علوم آقای نجفی انتشار داد و جنجال های زیادی که دوباره پا شد، اینکه یه دی رو پس کردن از این بورسیه هایی که افرادی بودن که به اعضای خانواده مقامات اصطلاحاً در خارج تحصیل میکردن، اسم فردی اومد به اسم غلامرضا خواجه سروی، ایشون معاون فرهنگی آقای کامران دانشجو بوده، ماکیشون وزیر علوم بوده، گفتن ایشون به تنهایی 750 نفر رو معرفی نامه و توصیه نامه داده بوده که اینها برن بورس بگیرن. اسامی هم که بعضی از اینها انتشار پیدا کرد، من خیلی سریع میگم که مشخص بشه که ظاهرا اینها فقط این اعضای دولت کنه نیستن. منصوره مصلحی، دختر حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات، حنانه سادات صفوی، دختر سید یحیی رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه و دستیار ارشد رهبر جمهوری اسلامی، محمد آقاسی داماد یحیی رحیم صفوی، حسن اشتری فرزند سردار حسین اشتری جانشین فرمانده نیروی انتظامی، زهرا موسوی گرگانی فرزند آیت الله موسوی گرگانی رئیس دیوان عالی کشور، سید نظام موسوی مدیر عامل خبرگزاری فارس، محسن پیرهادی عضو کنونی شورای شهر، مهدی پیرهادی داماد حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، اینا بعضی از افرادی هستن که اسامیشون منتشر شد و حاکی از این بود که اینها بورس‌هایی رو گرفتن. خود تحقیقات که انجام شده میگه این بورس‌ها غیر قانونیه. مواردی بوده که گفتن اینها مثلا افرادی بودن معدلشون 10 بوده، اینا رو معدلشون رو مثلا 14.5 یا شاید بیشتر عنوان کردن، یا در واقع موردایی بود من دیدم که میگفتن فردی رو فرستاده بودن استرالیا درس مطالعات اندونزی مثلا بخونه. چقدر واقعا این حاکی از یک فساد سیستماتیک و گسترده است و اصلا اهمیت، چون یه اشاره هم کردید بحث مدرک‌گرایی، اهمیت قضیه در این نیستش که اینها برن از دانشگاه‌های در کشورهای دیگر از امکانات پیشرفته اونها به لحاظ تحصیل استفاده بکنن، بس فقط بر سر این هست که یه برن چند سالی رو اونجا باشن و باز حالا برگردن. این مدرک مهم هم نیست که این مدرک چیه، با چه کیفیتی گرفته شده. ببینید از اول انقلاب این مسئله وجود داشته، یعنی این نیست که فقط مثلا در دوره آقای احمدی نژاد ایجاد شده باشه. از اول انقلاب یک نوع به هر حال یک رانتی ایجاد شده که این رانت مربوط به موقعیتی بوده که افراد دوری و نزدیکیشون با بلوک قدرت داشتن، به هر حال اینا در گزینش‌ها مؤثر بوده. به هر حال در بورس در دوره‌های اوایل که بورس‌های تحصیلی خیلی سختگیرانه بود، حتی کنکور من یادم سال 62-63 کنکور بسیار سختگیر بود، من مثلا 62 من خودم گزینش رد شدم، 63 رد شدم. این همیشه این در دورهای هرچی میدم بالاتر این گزینش سختگیرانه تر میشد. اعزام به خارج خب خیلی سختگیرانه تر بود، به هر حال نگاه میکردن موقعیت علمی طرف و موقعیت اخلاقی سیاسی و همه اینا تاثیر داشت. بنابراین موقعیت علمی که به نظر میاد خیلی تاثیر نداشت، حداقل در این تحقیقاتی که در هر حال اینجوری نبوده که در بورس خارج کشور هیچ کسی که مثلا موقع بله دانشجویان بودن که علاوه بر علمی خوب بودن و علاوه سیاسی فعال نبودن. خیلی دانشجو اصلا موضوع سیاسی ندارن، بسیار دانشجو اصلا موضوع سیاسی ندارن. این نکته که ببخشید من میونه کلامتون صحبتتون قطع میکنم، توی همین گزارش اومده که دختر آقای علی اکبر ولایتی این گفته های وزیر پیشین دولت به وزیر پیشین علوم جمهوری اسلامی بیست گفته که این در واقع آقای ولایتی چیز نداشته. بعد از تحقیقات که در واقع روشن شده گفتن که این شرایط اولیه دریافت بورس رو نداشته ایشون، ولی نهایتاً از طریق همین آقای غلامرضا خواجه سروی در واقع این امکانات رو به بسیاری از این افراد احتمالاً دادن. ببینید من گفتم از اول انقلاب این
این مسائل بوده، یعنی یه جور رانتی ایجاد شده در توزیع منابع مالی، در توزیع منابع علمی و امکانات اقتصادی و غیره. به هر حال حتی اینکه شما تو دادگاه مثلا بتون حکم قضایی بگیری، اینکه کانکشن و ارتباط خیلی مهمه. بنابراین این ضرب المثل بود در ایران که شما بدون ارتباط و کانکشن برگم از درخت نمیفته در ایران. بنابراین این از اول ما این مشکل رو داشتیم و خب الان جامعه حساس‌تر شده به خاطر اینکه نیروی جوان و تحصیل کرده ایرانی خب خیلی بیشتر شده، جامعه از اطلاعات بیشتری برخورداره. یادمون نره که ایرانی‌ها جزو از جنبه سیاسی سیاست‌ترین جامعه دنیا هستن، اطلاعات خیلی زیاد دارن در مقایسه با همین کانادا. من نگاه میکنم جوان ایرانی خیلی اطلاعات سیاسی بیشتره و یه آگاهی بیشتری وجود داره و جامعه الان دنبال حقوقش هست و همه میخوان پیشرفت کنن، امکانات بهتری داشته باشن. مضافاً برای اینکه دولت با محدودیت های زیادی روبرو شده و خب این سیاست تحریم اقتصادی که رابطه داره با سیاست خارجی جمهوری اسلامی، این سوال پرسش میکنه که خب اگر ما بایستی با مشکلات مواجه بشیم، کسانی که این سیاست رو اجرا میکنن اول باید خودشون رو شروع کنن. این مسئله کلیدی اینجاست. ببینید این درسته که ممکنه فرزند یک کسی بره درس بخونه، آقای ظریف به هر حال خودش آدم با استعدادی بوده، بچه‌ش هم حتما از جنبه تحصیلی آدم موفق بوده، رفته درس خونده یا کار کرده، یا حتی ممکنه اونجا به دنیا بیاد بدون اینکه خودش بخواد سیتیزن آمریکا باشه، چون خیلی از مقامات که موقعی خدمت میکردن در آمریکا یا انگلستان بچه‌هاشون سیتیزن اونجا شدن. البته این مواردی که ما داریم صحبت میکنیم چون اصلا به اون مسئله که شما میفرمایید ارتباطی نداره، بس بر اساس اینها در موقعی که در پستی داشتن گفته شما در خارج، اگر در مورد این افراد داریم صحبت میکنیم، اینا در واقع از امکانات دولتی استفاده کردن. اینها پول دولت و خرج سکونت این افراد میشده و اینها هم رفتن به مهم اینه که آیا من میخوام اتفاقا یه نکته آقای حقیقی، برای اینکه وقتمون هم خیلی اندکه، من میخوام حتما این نتیجه گیری رو بتونیم آخر برنامه بکنیم، برای همین یه پرسشی مطرح کردم هم با آقای اوتلنگی هم آقای افشاری و پاسخ شما رو هم حتما میخوام در مورد این بشنویم، و اونم این هست که آیا واقعا زندگی این افراد، تحصیل کردن این افراد، چه این نسلی که الان صحبت میکنیم چه همین نسل قبل، یعنی چه این فرزندان افرادی که الان صحبت شده، چه کسانی که در دولت آقای روحانی تعدادشون هم کم نیست، کسانی که در آمریکا درس خوندن، آیا این حضور اینها تأثیری در رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به غرب و کاهش آمریکا ستیزی اینها داشته؟ پاسخ آقای آیت‌اللهی رو ابتدا بشنویم. The article I wrote was quoted by Kayhan. مقاله‌ای که من نوشتم توسط کیهان نقل شد تا به روحانی حمله کنند. وبسایت کلمه مقاله تندی علیه من نوشت تا پاسخی باشد به کیهان. مطلب من ابزار کار دعواهای جناحی در ایران شد. بسیاری از اعضای دولت روحانی تحصیل کرده آمریکا هستند، ولی مطمئن نیستم که این بر روند تعامل با غرب کمکی کند. تحصیل در غرب تضمینی برای تمایلات غربی یا آزادی خواهانه نیست. پل پوت دکترای دانشگاه سوربن فرانسه را داشت، اما حقوق بشر برای کامبوج به ارمغان نیاورد. محمد عطا از طراحان حملات تروریستی 11 سپتامبر تحصیل کرده هامبورگ بود، ولی حقوق بشر را ترویج نمی کرد. من نمیگویم دکتر صالحی یا دکتر ظریف با اینها قابل مقایسه هستند، ولی تحصیل در غرب لزوماً به معنای تمایل به غرب، صلح‌جویی و تعهد به حقوق بشر نیست. آنها فقط از کیفیت آموزشی بالاتری برخوردار بودند، چون پرستیژ و موقعیت‌های شغلی بهتری برایشان فراهم می‌آورد. وزیران روحانی از این امتیازها پیشتر استفاده کردند و می‌خواهند فرزندانشان هم از این مزایا بهره‌مند شوند. از این جهت آنها را سرزنش نمی‌کنم، ولی وقتی صحبت از روابط ایران با غرب مطرح می‌شود، این حاکی از سطحی از استاندارد دوگانه در رژیم و در میان رهبرانشان است. پس آقای افشاری هم به همین پرسش بشنویم. ببینید در رویکرد بخش مسلط که صاحب قدرت اصلی جمهوری اسلامی هست، نه، یعنی این دیدگاه تأثیری بر اون نداشته و کماکان غلبه با همون دیدگاه ضدیت با آمریکا است، یعنی آمریکا شیطان بزرگ هست و خیلی از کسانی که اصلا به این دیدگاه ها دامن زدن همون ابتداش هم خودشون فارغ بود، یا در دانشگاه درس آمریکا درس میخوندن یا اونجا در مقطعی زندگی کرده بودن. به نظر من در این حوزه ارتباطی نداره، یعنی شما حالا این بخش دانشگاهی کنار بگذارید، این آقای مرتضی آقا تهرانی سالها در آمریکا زندگی کرده، این سقای بیریا همینطور، اینا تندترین نگاه ها علیه آمریکا رو دارن، یا حتی کسانی مثل این پروفسور مولانا، یعنی برخورد ابزاری دارن با زندگی در اینجا، احساس میکنن اومدن که
از توطئه های اینها آشنا بشن. من حتی بعضا از افرادی که خیلی افرادی هستن که حکومتی هم نیستن، مستقل هم هستن، یک نگاه خیلی منفی و توطئه انگارانه ای رو دارن که مثلا در اینجا که زندگی میکنن میخوان از اونها سوء استفاده بشه، از اونها میخواد بهره برداری بشه، میخوان اطلاعات اونها رو استفاده کنن علیه کشور استفاده بکنن. خب این ریشه یابش جنبه های مختلفی رو در بر میگیره. اما به نظر من اومدن نسل های جدیدتر نه لزوما اینکه تحول بزرگی رو ایجاد میکنه، ولی هر چقدر این رفت و آمد ها بیشتر بشه و حتی خود همین حکومتی ها هم باشن که دیگه نتونن اون وقت اینو عیب بکنن برای دیگر بخش های جامعه، این به نظر من یه خورده مفید میکنه که روابط دو کشور به سمت بهتر شدن بره و هم اون دیدگاه و تصور نسبت به آمریکا هم به واقعیت نزدیکتر بشه. آقای دکتر حقیقی، واقعا چطور این تناقض قابل توضیح هست که افرادی میان سالها اینجا در غرب در آمریکا درس میخونن و واقعا تأثیر نمیگیرن از دموکراسی، از سیستم سازوکار در این کشور با همه ی حالا ممکنه نقایب و محاسنی که ممکن داشته باشه و برمیگردن باز دوباره همون رویه سابق برقرار هست؟ چطوری میشه واقعا رو توضیح داد؟ ببینید بخشیشون واقعا یه منفعت‌های خاص دارن. مثل آقای مولانا، با بورس وزارت خارجه آمریکا اومده، آمریکا درس خونده، 25 سال تو واشنگتن در خیلی سال رئیس دپارتمان بوده. هیچ کدوم از این حرفایی که به فارسی می‌نویسه برای روزنامه کیهان که آمریکا در حال سقوط به انگلیسی نمی‌نوشت. و خب وزارت خارجه آمریکا میدونه پولی که از دولت ایران میگرفت ضد قانون تحریم آمریکاست، یعنی جرم جنایی انجام داده و با سفر آقای احمدی نژاد هم همراه آقای احمدی نژاد بود و میرفت و میومد. خب اون حتما یه منفعت خاص داره، یعنی منفعتای خاص داره که انجام میدن و فکر میکنید به این یه نفر محدود نمیشه ها؟ نه، حالا مواردی که اینجوری هست که شما میدونید اصلا اعتقاد نداره و حرفای ضد آمریکایی میزنه، اونا قطعا منفعتای خاص دارن. حالا میتونه اقتصادی باشه، میتونه سیاسی باشه، میتونه اطلاعاتی باشه. یه مورد. اما کسانی هستن که اعتقادی دارن، حالا مثلا اومدن در دوره شاه البته خیلی بیشتر بود به خاطر اینکه فضای بین المللی فضای ضد امپریالیسم و اینها بود، الان اون فضا تغییر کرده. تو خود دانشگاه آمریکا این فضا بود، توی کلمبیا، توی دانشگاه‌های معتبر آمریکایی خیلی فضای ضد آمریکایی درست شده بود. خب اون دوره متعلق به این جریانات متعلق بودن، اعتقاد داشتن و هاشم باید میسدن و هزینه میدادن. ولی اگر کسانی که این شعارها رو میدن فقط برای اینکه بتونن تو موقعیت قدرت مثلا استفاده کنن، خب اون مسئله ریاکاری میکنه. ولی در مجموع من معتقدم که باید با ریاکاری کسانی که دارن شعار علیه مصالحه میدن ولی زندگیشون رو متناسب با این شعارها تغییر ندادن، یعنی مثلا فرض کنیم جبهه پایداری، اعضاشون شما ببینید کجاهای تهران زندگی میکنن، از چه امکانات استفاده میکنن، همش هم میگن آقا نباید با آمریکا مصالحه کنیم. خب شما اولین قدم باید بیاید زندگیتون رو بیارید پایین، دان سایز کنید تا مردم حرفتون رو اعتقاد بیارن. با ریاکاری نباید مقابل کرد. ولی من معتقدم تحصیل این افراد در مجموع مثبت برای اینکه به هر حال یک امکان دیالوگ با غرب ایجاد شده، این با به خصوص با رابطه رسمی ایران و آمریکا ایجاد شده، ارتباط دانشگاهی، اون ویزای چنگانه‌ای که آمریکایی‌ها بالاخره دادن به دانشجویان ایرانی و اینا میتونن به ایران سفر کنن و برگردن، همه اینها دیالوگ رو برقرار میکنه و دیالوگ معمولاً تجربه نشون داده به خصوص در مورد ایران رادیکالیسم رو کم میکنه، همونجوری که در دانشگاه ایران در مقایسه با تقریباً همه دانشگاه‌های دنیا فضای ضد آمریکایی کمتر از همه جاست، برای اینکه یک دیالوگ جدیدی برقرار شده، یک تصویر جدیدی درست شده و یک بلوغی هم در بخشی از بلوغ قدرت ایجاد شده که دنبال مصالحه است و در جامعه مدنی و همه اینها معتقدن که بایستی به این مصالحه جدید با غرب دست پیدا کنن. بله. اما این برای نقدشون رو با غرب دارن و معتقدن که ایران به عنوان یک کشوری که بزرگترین انقلاب تاریخ رو داشته، منابع دفاعی، اقتصادی و انسانیش به هر حال نسبت به کشورهای منطقه مستقل بیشتر از همه ایناست، باید رابطه در حقیقت همشأن ایران پیدا کنن. این سیاست بوده که شاه داشته از دهه 50 دنبال یک نقش جدید برای ایران بوده. به نظر من هم بلوک قدرت و هم فرزندانشون هم مجبورن در این راه گام بردارن. تشکر می‌کنم از شما آقای نامور حقیقی، از آقای علی افشاری و آقای مانوئل اوتولنگی هم سپاسگزاریم برای گفتگویی که از پیش باشون این دو انجام داده بودیم. توضیح خیلی کوتاه بدم که آقای نیلی احمدآبادی که فردا برشه جلسه رأی اعتماد هست در مجلس، خانم زهره طیب‌زاده عضو کمیسیون آموزش گفته ایشون مدیریت سکولار داشته، این بحثی است که هنوز در دانشگاه در ایران مطرح است.
افق فردا رو با شما خواهیم بود با موضوع اسید و زن. آقای حسین غازیان، نسرین افسری و محمد نوریزاد با ما خواهند بود. افق 8 تا 9 شب ایران.